در 38 سال گذشته به خصوص در دو دهه اخیر ما اسیر دیدگاه های نئوکینزیان ها بودیم و اسیر دیدگاه شیکاگویی ها، یعنی طرفداران نظریه اقتصاد پولی یا حتی اقتصاد فریدمنی. ویرانی هایی که در اقتصاد ما به وجود آمده در دو دهه اخیر حاصل ویرانی های اندیشه میلتون فریدمن و جریان مکتب شیکاگو در ایالات متحده و جریان نئوکینزیان در انگلیس و سازوکارهای مربوطش هست که اقتصاددانهای جناح سیاسی ما که هرچند از نظر سیاسی متفاوتن، به دو جناح سیاسی اصلی تقسیم میشن، اما از نظر اقتصادی یک وجه اشتراک دارن، مطلقاً همشون مدرنیستن و باورشون یا میلتون فریدمن یا مینارد کینز یا کسای دیگه ای. از این رو اون بخشی که ناکارآمدی های اقتصادی جمهوری اسلامی است رو نیروهای انقلاب اسلامی وارد شدن تا در اونجا هم انقلاب کنن، هم انقلاب در مبانی فکری و نظری، هم انقلاب در رویه ها و تاکتیک ها و سازوکارهای مربوطه و هم انقلاب در اجرا. چون متاسفانه تخریبی که در اقتصاد ایران مدل های اقتصاد منحط لیبرالی ایجاد کرد رو حتی خود استادان اقتصاد دانشگاه های ما حاضر نیستن بپذیرن که این روش های غلطی که در خود غرب ایجاد بحران کرده در ایران ایجاد اشکال کرده و اسلام رو مقصر قلمداد میکنن و نظام رو مقصر قلمداد میکنن.